سلام، پنجشنبه دوم شهریور 91 23 آگست 2012 میلادی. ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه به دلیل مسافرت برنامه با کیفیت نازلتری خدمتتون ارائه میشه. در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه دیروز بالاخره بعد از چند بار شاخ و شونه کشیدن، نیروهای امنیتی به همراه تعدادی از مقامات محلی مثل فرماندار و دادستان و غیره به کمپ کمک رسانی مردم در استان آذربایجان شرقی حمله کردند. ابتدا پلیس کمپ رو محاصره کرد و بعد هم سعی کردند مردم رو که برای کمک رسانی به زلزله زده ها اومدن متفرق کنن. سرانجام 35 نفر رو هم دستگیر کردند. در گرگان هم حداقل 3 نفر که دستن در کار کمک رسانی جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی بودند دستگیر شد. همطور که قبلا هم صحبت کردیم، حکومتی که فاقد مشروعیت و کارآمدی هست وحشت داره از اینکه مردم به موازات او بتوانند نهادسازی کنند و کارهایی رو که حکومت نمیکنه انجام بدن. به همین دلیل حسب معمول رفتار این حکومت فکر میکنه با زور میتونه مشکل رو حل بکنه و دست به زور آزمایی زده، در حالی که این کارها بیش از پیش مردم رو در عزمشون جزمتر میکنه. نکته دوم اینکه در سوریه ارتش سوریه با هلیکوپتر به جنوب دمشق حمله کرد، دست کم 40 نفر کشته شدند. توپخانه هم از روی ارتفاعات بخشهای دیگه از دمشق رو زیر آتش گرفته. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده که 2 نقطه رو در مرز سوریه با عراق به کنترل کامل درآورده و آخرین مراحل پاکسازی رو اگر انجام بده، اون وقت راه پشتیبانی از عراق به سوریه رو به طور کامل در کنترل خواهد گرفت، که اگر این کار رو بکنن، اون وقت یک مسیر مهم کمک رسانی جمهوری اسلامی به سوریه هم مسدود خواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف هم خبر داده از اینکه آقای خامنه‌ای در به شورای امنیت ملی کشور دستور داده که در مورد احتمالات سقوط بشار اسد گزارش تهیه کنند و راهکار ارائه بدن، که بنا به نوشته دیلی تلگراف پیشنهاد اونها این است که به غرب ضرب 60 نشون داده بشه و بر همین اساس هم آقای خامنه‌ای به نیروی قدس سپاه دستور داده که تدارک یک سری فعالیت‌های تروریستی در غرب رو بکنه. شخصا خودم تحلیل دیلی تلگراف رو بعید میدونم اجرا بشه، برای اینکه جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند دست به چنین ماجراجویی هایی بزنه و اساسا جرأت این کارها رو نداره. آقای وحیدی وزیر دفاع ایران هم اعلام کرده که اگر سوریه بخواهد میتوانیم توافقنامه نظامی امنیتی رو که با سوریه داریم به اجرا در بیاریم. باز هم موضوعی است که به نظر من بیشتر به یک ژست شبیه و آخرین چیزی است که جمهوری اسلامی در این شرایط بهش احتمالاً احتیاج داره، و اون هم درگیری است در جنگی مثل سوریه که اون وقت با شاید نصف دنیا و بسیاری کشورها درگیر خواهد شد. نکته سوم اینکه هند در ماه جولای 40% کاهش واردات نفت از ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته. امریکا 2 بانک، کمرس بانک آلمان و رویال بانک اسکاتلند رو هم مشمول بازرسی قرار داده، که اگر ثابت بشه که تحریم های امریکا رو نقض کردند، مشمول جرائم خواهند شد. در ایران مشکل داروهای خاص که دیروز هم صحبت کردیم در مورد بیماران تالاسمی و پاره داروهای سرطانی خودش رو نشون داده، و پاره گزارش ها حاکی از این است که مواردی منجر به فوت به دلیل کمبود دارو مشاهده شده.
نکته چهارم این که آقای باهنر در مصاحبه با روزنامه اعتماد افشا کرده به اینکه به من قول داده بودند در انتخابات مجلس پنجم ردیف پنجم خواهم بود. خودم فکر میکردم ردیف سیزدهم اسمم رو در بیارند، اما نهایتا من رو هل دادن به ردیف 25. البته آقای باهنر خواسته به این ترتیب عدم ورود امثال آقای بادامچیان و سایر دستندرکاران جمعیت مؤتلفه به مجلس رو توجیه کنه، ولی در واقع با این حرفهاش اقرار کرده به اینکه انتخابات مجلس انتخاباتی بود مهندسی شده و در واقع رأی مردم هیچ اثری نداشته و کسانی عددسازی میکردند و جابجا کردند هر کس رو که دلشون خواسته. در همین مصاحبه آقای باهنر یک نکته جالبی را هم گفته که خالی از مزاح نیست. ایشون گفته که علت اینکه احمدی نژاد میترسه که مشایی رو عزل بکنه و کنار بگذاره این نیست که وحشت داره از اینکه مشایی او رو نفرین بکنه. نکته پنجم این که دولت آقای احمدی نژاد به مناسبت عید فطر 3 روز بعد از عید فطر اعلام کرده که 30 لیتر بنزین دولتی اضافه بر 60 لیتر سهمیه از امشب ساعت 12 در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما حسب معمول دولت آقای احمدی نژاد کارهای بی برنامه باعث شده که اولا اصلا وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فراورده در جریان نیستند و ثانیا کارت‌های سوخت برنامه ریزیش به گونه ایست که بالای 60 لیتر اگر بخواد به قیمت دولتی حساب بشه در برنامهش نیست، باید تغییراتی پیدا بکنه، بنابراین آمادگی ندارن. و نکته مهمتر این که بودجه چون این چیزی رو از کجا میخوان بیارن، چون در ردیف‌های بودجه هم نیست. نکته ششم این که بعد از اینکه صدا و سیما اعلام کرده که 99% مردم از برنامه‌هاش راضی هستند، آقای حسام الدین آشنا از کارشناسای دانشگاه امام صادق مطرح کرده که صدا و سیما شرکت زیانده و ورشکسته است که فقط وابسته به حاکمیت و به دلیل سوء عمل کردش دارندگان ماهواره از 32% در سال 86 به 55% مردم در حال حاضر افزایش پیدا کرده. آمار دیگه نشون میده که 71% مردم ماهواره به هر شکل نگاه میکنه. نکته هفتم این که آقای جوادی آملی در صحبتی که برای جمعی از روحانیون داشته مطرح کرده که مساجد کاملا خالی شده و در عوض 14 میلیون پرونده در دادگستری باز شده. و نکته آخر این که در ترابلوس لبنان برای دومین روز پیاپی خشونت ها ادامه داره، درگیری بین علوی ها و سنی هاست یا طرفداران سوریه و مخالفینش، تا کنون 7 کشته و 70 زخمی گزارش شده. ارتش لبنان اعلام کرده که وارد این درگیری شد ولی به دلیل شدت آتش ترک کرده و کاری از دستش بر نمیاد. به نظر میرسه که با تحولات در سوریه لبنان هم آبستن حادثه و درگیری است. ضمن اینکه در سوریه هم یکی از سناریوهایی که پاره مفسرین مطرح میکنند این است که ممکن است سوریه در سمت غرب تجزیه بشه و در سمت غرب نیروهای علوی ها و طرفدار بشار اسد حاکم میشن، در شرقش سنی ها بگیرند و شمالش رو کردها بگیرند. پاره نقل و انتقالات و مهاجرت های جمعیتی هم روی این خطوط افتراق در سوریه در حال انجامه. اما طبیعتا اوضاع سوریه آبستن خیلی حوادثه که باید با دقت بیشتر در روزهای آینده دنبال کردن. در کی سب سحر نزدیک است، تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.